سلام دوستان، تیم ملی تاجیکستان بر منتخب امارات غلبه به دست آورد. بسیاری ها باور نداشتند. این دومین بازی تاریخی ماست و امروز نشر ما نشر خاصه می باشد. چگونه تیم ملی ما توانست این غلبه را به دست آورد؟ سخیمه ما چگونه بود؟ تاکتیک و استراتژی کی برتری داشت؟ همه این را تحلیل میکنیم. جالب خواهد بود. واخوری تیز تون بود و با طولانی ترین وقت، وقت ایلوگی، پنالتی و غیره. این یک محاربه واقعی بود. کسی میتواند بگوید که تاجیکستان در آخر وقت اساسی توپ را از دست داد و چند دقیقه دیگر ایستادگی کردن لازم تا غلبه به دست آید و با حساب 1-0 به مرحله دیگر راه یابد. در نهایت فوتبال بازان تاجیک نهایت توپ را به دروازه خود سر دادند. ولی بیایید عادلانه بگوییم که در آخرین لحظه ها امارات متحده عرب فشارهای زیاد ایجاد کرد و در طول بازی به مقصد خود نزدیکتر بود. از این رو باید بگوییم که امارات نیز یکان دسته ناستوار و سست نبود و آنها نیز با یک نیروی زیاد مبارزه می بردند. عموما بازی زیادتر نه از روی تاکتیکه بلکه از روی حسیات و طبع نیز جالب بود. این یک برخورد واقعی دو نظام، دو دسته با خاراکتر خود و با سعی و کوشش‌های غالب شدن بود. حتی تا اندازه اندوهین است که این دو دسته در مرحله هشتگ نهایی به هم بخوردند. شخصا به اندیشه من هر دو دسته سزاوار بودند که با هم در مرحله چهاریگ نهایی به هم بخورند. خیلی عجایب میشد. بعضی از مخلصان تیم ملی تاجیکستان و یا امارات میتوانند بگویند که ما برخی بازیگران، بعضی فوتبال بازان پیش قدممون را طول بازی‌های دیگر از دست دادیم و از این رو در این واخوری آخرین نتوانستیم در وقت اساسی به نتیجه نویل گردیم. ولی این گپ ها کاملا نادیلانه می باشد، زیرا بعض خستگی ها و تلفات را تا جای هر دو دسته ها داشتند، چون که تا این واخوری علاقه 3 بازی مرحله گروهی داشتند. در برابر این می خواهم به یک نقطه مهم دیگر نظر اندازم. هم منتخب تاجیکستان و هم امارات، اینها پیش از همه دسته های سیستمایی می باشند. آنها از بازیگران علاهیده وابستگی زیاد ندارند، مثلا چگونه که پرتغالی از کریستیانو رونالدو وابستگی دارد یا ارجنتین از لیونل مسی. در دسته های ما چون این سوپر ستاره ها که از همه فرق بزرگ دارند وجود ندارد. دسته های ما پیش از همه چون یک بدنن، یک سیستمای مکملن. گذشته از این مربیان در دسته های ما آدمان آخرین نیستند. از این رو بسیاری ها انتظار بودند که امارات متحده عرب از تاجیکستان از جهت تاکتیکی برتری خواهد داشت، زیرا آنجا پاولو بنتا مربی است که او نه تنها یک شخص مشهور بلکه میتوان گفت که یکی از بهترین مربیان پرتغالی است. سالهای آخر او با آدمانی که با موفقیت های نمایان نایل گردیده است بسیار کار کرده است. امارات که پول زیادتر داشت توانسته است چنین مربی گران را دعوت کند که در آمد گپ زمان کریستیانو رونالدو را به حیث مربی تیم ملی پرتغال تمرین میداد. او همچنین جدی ستاره بیشتر وانمود میشد و بسیاری ها می ترسیدند که از جهت تاکتیکی امارات می تواند از تاجیکستان برتری داشته باشد. من در حال به شما می گویم که این چیز کار نکرد. تاجیکستان بر ضد حریف خیلی ماهرانه، خیلی متشکل با یک نظام کار کرد و به نظر من کاری که مربی خربتی تیم ملی تاجیکستان انجام داد، این یک کارنمایی بزرگ ایجادی این شخص بود. پتر شگر نظام حقیقتا ماهرانه و خوش صفت با فشارهای پر اقتدار و بازی ماهرانه در قسمت خیش را به وجود آورد، ولی نهایت آن وقت اضافی امارات را نجات داد و به آنها امکانیت داد که مبارزه را ادامه دهند. وقت ایلاوگی طولانی و پنالتی، طور شما میدونید پنالتی این یک لاتری است. عموما میتوان اخراج شد که صرف نظر از همه حراس ها که در دوئل مربی ها اماراتی ها پیروز می شوند، مبارزه از جهت تاکتیک و استراتژی قریب برابر بود و در اینجا هم تاجیکستان از جهت استراتژی خیلی خوب کار کرد. بعضی دتال ها ما را ناامید کرد، علاوه خصوص در آخر که قوای بازیگران کمی سوس می نمود. تاجیکستان فشار می آورد، تکیه به نظام می کرد، دسته جمعانه و با پیشگیری ماکسیمالی حملگران کار می کرد. باید گفت که در دسته امارات فوتبال بازان علاهیده قوی وقتای آخر خیلی زیاد به نظر می رسند، ولی در نتیجه تنها بازی استاندارد در آخر واخوری دسته امارات را نجات داد و به آنها امکان داد که در وقت اضافی و پنالتی مبارزه را ادامه دهند. از نگاه بازی و رابطه دو سیستم در بالا ذکر شده، تاجیکستان از جهت تاکتیک اعلی بازی میکرد. تاجیکستان با سخیم تقریبا 4-4-2 کار میکرد با بعضی تغییرات ها. در مورد رقیب آنها به فکرم 4-2-3-1 کار میکردند و به هر صورت اکثر سامانه ها ساختارها را همین طور معاین میکنند. ولی باز یک چیز دیگر تاجیکستان را پیش صف نگاه می داشت. فوتبال بازان تاجیک با بعضی عنصرهای تاکتیکی امارات خیلی ماهرانه مطابق شدند. یعنی تاجیکستان وابسته به حالت ها سخیمه را تغییر می داد و به این وسیله چالاکی و سمرانوکی را نگاه می داشت. در برابر این تاجیکستان به دروازه رقیب حالت های خفناک زیاد ایجاد نمود و گل سزاوار زد که می باید گل پیروزی باشد، اما در نهایت فوتبال بازان حساب ضروری را نگاه داشته نتوانستند. چرا؟ گپ سر آن که آنها قوای زیاد صرف کردند. آنها بازی پرخرج، پر انرژی، با توپگیری زیاد، با فشار
بارها بازی میکردند و همین بود که در آخر فعالنکی و حرکت سوستر به نظر میرسید. در نزد دروازه تاجیکستان لحظه های خطرناک زیاد ایجاد میشد و بالاخره به گل رقیب آورده رسانید. در وقت علاوگی امارات زیادتر حرکت میکرد، اما این حرکت ها هیچ نتیجه نمیداد. پنالتی همه را حل کرد. در پنالتی مهارت بازی و استعداد دروازه‌بان ها خیلی مهم میباشد، اما پنالتی این یک لاتاره است. صرف نظر از آن که تیم ملی تاجیکستان غلبه بزرگ احساساتی داشت، بازینگران را نمیباید آسوده باشند. در پیش منتخب تاجیک را محاربه های باز هم پرزورتر و جالبتر انتظار است. تاجیکستان به پیش.